آمده عضو کمپانی هند شرقی بوده و دیده اینجا رو نمیشه شناخت جز این که این فرهنگ رو ما بشناسیم و این فرهنگ رو نمیشه شناخت جز از طریق آموختن تمام ظرایف و ریزکاری های زبان فارسی. و اونقدر اینا زبان فارسی رو خوب یاد گرفتن، همون آدمی تو یادداشت‌های حدود 40 و چند سال پیش منه که سالی که 53 که من در اکسفورد بودم، خب تمام اون نسخه های خطی بادلیان و اینا رو میگرفتم نگاه میکردم. جمله جنگی بود، خیلی جنگی عجیبی بود، همه چیز رو یادداشت کردم. اونجا یک نفر انگلیسی است، اسمش همه چیزش انگلیسی است، عضو کمپانی هندشان، این آمده زبان فارسی یاد گرفته و به فارسی شعر گفته و شعر تو سبک هندی. ببینید شما تا بخواهید یه مصرع بیدل رو بفهمید، شما ها که زبان مادریتونه، شما که دکتر بعضیاتون فوق لیسانس و دکتر ادبیات فارسی، محال شعر بیدل رو بفهمید. بیدل یک منظومه بسیار بسیار منسجم و پیچیده است که کدهای هنریش رو هر ذهنی نمیتونه دیکد کنه به اصطلاح زبان شناس ها. و این آدم آمده به سبک بیدل شعر گفته و چقدر جالب و عالی. این آدم باورش نمیشه که اینقدر اینها. بعدم وقتی مسلط شدن گفتن گورو بابای زبان فارسی، شما زبان فارسی براتون خوب نیست، شما بیایید اردو رو که یک زبان محلی هست اینو بگیرید بزرگش کنید. به همین کار رو کردن. میدونستن که زبان فارسی شاهنامه داره، مثنوی داره، سعدی داره، حافظ داره، نظامی داره، میتونه با شکسپیر کشتی بگیره. ولی زبان اردو چیزی نداره که با شکسپیر کشتی بگیره. بعد از مدتی بچه هندی میگه گور بابای این زبان اردو، من که میتونم شکسپیر بخونم چرا این شعرهای ضعیف و این ادبیات چیچی بخونم، اصلا زبانم رو انگلیسی میکنم چنان که کردن. ببینین اینهایی که رو زبانهای محلی ما فشار میارن که من آقا لهجه کتکنی بهتر شعر بگم، اون میدونه چیکار میکنه، اون میدونه که تو لهجه کتکنی شاهنامه وجود نداره، مثنوی وجود نداره، نظامی وجود نداره، سعدی نداره. این لهجه وقتی که خیلی بزرگ بشه، 4 تا داستان کوتاه و نمیدونم 2-3 تا شعر بنده تنبونی میراثش خواهد شد، اون بچه میگه من فاتحه اینو خوندم، من شکسپیر میخونم یا پوشکین میخونم. من که میتونم پوشکین بخونم. الان شما خیال میکنی روس ها چیکار میکنن در آسیای میانه، در سرزمین آسیای میانه؟ الان روس ها سیاستشون همینه، هر قومیت کوچکی رو پروبال میدن، میگه خلق کمبغل قزاق، خلق کمبغل فلان فلان فلان، شما این گور بابای ادبیات فارسی و سعدی و حافظ، شما بیایید لحجه خودتون رو، موسیقی خودتون رو فلان، اون خوبه، ما براتون کف میزنیم، ما براتون دپارتمان در مسکو تشکیل میدیم، مطالعات و قوم نمیدونم چی قزاق چی فلان. اون بچه قزاق بعد از مدتی که خون میگه این زبان و فرهنگ قزاقی چیزی نداره، من داستویفسکی و چخوف و پوشکین میخونم، لرمنتوف میخونم، فاتحه خودم به زبان و فرهنگ ملی خودم، روس میشه. زبان فارسی این نظر من نیست که بگین من یک شونیست فارسم. زبان فارسی در همه کره زمین با روایات خیام و مثنوی جلال الدین و شاهنامه و سعدی و حافظ و نظامی و نمیدونم فلان اینا شناخته میشه در همه دنیا. اون زبان و با اون شکسپیر با اون کشتی نمیتونه بگیره، پوشکین با اون نمیتونه کشتی بگیره، اما با اون لهجه محلی که تشویقت میکنن بعد از مدتی نوه شکسپیر میخونم، لرمنتوف میخونم، پوشکین میخونم، تی‌اس‌الیوت.
این دیگه هیچ توجه بهش ما نمی کنه. ما نمیخوایم هیچ زبان محلی رو خدای نکرده بگیم، چون این زبان‌های محلی پشتوانه فرهنگ ما هستن. ما اگه این زبان‌های محلی رو حفظ نکنیم، بخش اعظمی از فرهنگ مشترکمون رو عملا نمیفهمیم. اون هیچ کس با وجود، ولی این زبان بین الاقوامی، این زبانی که قرنها و قرنها و قرنها همه این اقوام درش مساهمت دارن، هیچ قومی بر هیچ قوم دیگری تقدم نداره در ساختن امواج این دریای بزرگ. ما به این باید خیلی بیشتر از اینها اهمیت دهیم. من میخوام پوشکین بخونم، من میخوام لرمنتوف بخونم. همین کار الان در آسیای میانه داره میشه. سن از 4 نسل دیگه بگذره، بچه های قزاق و ازبک و تاجیک روسن که چیزی الان منقطعا با ما هیچ ارتباطی ندارن. پوتین اجازه نمیده به اینها که خط نیاکانشون رو یاد بگیرن. نمیخوام گلستان سعدی و بوستان سعدی و نظامی بخونن، سنگ قبر پدر بزرگشون رو نمیتونن بخونن اینها.